سلام بیننده عزیز، در این برنامه ویژه درباره بازداشت های گسترده یک سال اخیر که سال پیش تقریبا در همین شب و روزها آغاز شده بود، برای شما بعضی پهلوهای ناروشن این حادثه را خواهیم گفت. تا آخری برنامه با ما باشد تا بدانید که کیها، چرا و با چی گناه در تاجیکستان بازداشت می شوند. با شما هستم شهرت رحمت الله. بازداشت های سرتاسری و مشکوک در قلمرو کشوری عزیزمان در همین شب و روزها و آغاز سال گذشته با اتهام عضویت در سازمان و حرکت های مذهبی بار دیگر این مسئله را رو زد که حکومت تاجیکستان در برابر افراد متدین و مذهبی قهری سخت دارد. در شماری آنهایی که با اتهام عضویت در اخوان المسلمین دستگیر و زندانی شده اند، تنها ملا و ملا بچه ها نبودند. همچنین استادان صاحب عنوان دانشگاه های مختلف کشور، کارمندان مقامات حاکمیت اجراییه، عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و غیره را نیز شامل کردند. این بازداشت و گیرودارها طوری جلوه داده شد که کم مانده است زمام امور در کشور را این تشکیلات بگیرد. ولی هیچ کدام از آنها تایید نکردند که عضو این تشکیلات هند و کسی هم یاد ندارد که اخوان المسلمین در تاجیکستان عمل میکرد و یا یچیکه های پنهانکاری خود را داشته باشد. تا حال مقامات تاجیکستان صدها نفر را با اتهام پیروی از اخوان بازداشت نمودند. یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، روز 19 مارس سال 2020 ضمن سخنرانی در جلسه مجلس ملی گفته بود که عین حال شخصیت 314 تن از افراد این گروه معین شده، 154 نفر آنها در بازداشت هستند. وکیلان گمانبر شدگان در قضیه اخوانی ها میگویند پرونده ها زیر مهر مخفی بررسی می شود و به این خاطر از دادن معلومات در این باره به رسانه ها خودداری می کنند. اما مقامات چیزی دیگر می گوید. شیر محمد شاهیان، رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، روز 20 ایول سال گذشته ضمن نشست خبری گفت بررسی پرونده اخوانی ها مخفی نیست. او گفته بود که در حال حاضر بررسی پرونده 103 تن گمانبر شده ها در دادگاه ادامه دارد و دو نفری به قول او متهمان شهروندان خارجی بوده اند. به احتمال قوی سخن درباره دو استاد مصری هست که در دانشکده اسلامی درس می گفتند. رادیوی آزادی پیشتر خبر داده بود که با معلومات تصدیق نشده در میان بازداشت شده ها رئیس دستگاه حکومت شهر اسفره و 20 دانشجوی دانشگاه های عالی کشور، به خصوص دانشگاه اسلامی، زادگان و ساکنان شهرهای دوشنبه، کلاب، باختر، اسفره، ناحیه رودکی و غیره هستند. چنده از گمان برشدگان در مرکز معرفت و تعلیم معرفت 2012 آموزگار و دانشجو بودند. در ماه ینوری سال گذشته تحلیلگر و ژورنالیست مستقل تاجیک دلیر شریفوف را نیروهای امنیتی بازداشت و به یک سال زندان محکوم کردند که اخیراً روز 29 ینوری سال جاری به آزادی برآمد. سبب بازداشت و محکومیت او هم این بوده که درباره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کتاب تألیف کرده و در آن از آثار ممنوعه مذهبی نقل قول کرده است. منتها او را نیز برای گرایش و تشویق عقاید مذهبی مقصر شناختند. در همین حال خبرهای بازداشت شدن شهروندان در رابطه با عضویت در اخوان المسلمین تقریبا از همه گوشه های تاجیکستان می رسید. یک مقام بلندپایه دانشکده زبان های تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرده بود که 5 استاد این دانشکده نیز از سوی مقامات دستگیر شده اند. و مقامات انتظامی به آنها هشدار داده که از صحبت با رسانه ها در این باره خودداری ورزند. معلمان بازداشت شده از زبان عربی درس می گفتند. سامانه اخبارکام با تکیه به منابعش روز 19 ینوری سال گذشته نوشته بود که تاجیدین یعقوبوف مدیر کافدرای زبان های دانشگاه ملی تاجیکستان نیز در میان بازداشت شده ها هست. بجز از استادان دانشگاه ها، اینچنین عبدالخالق حسنوف یک تاجر تاجیک، اسماعیل قهاروف داماد خانواده تورجانزاده ها، روحانیان معروف کشور و فردوس رحیمزاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اسفره بازداشت شده بودند. در زیر اسم 18 نفر است که رسانه ها از بازداشت آنها خبر دادند و همگی از محصلان سطح عالی در کشورند که بعضی از این افراد عنوان دکتری را دریافت کرده اند. معلوم نیست که چی ضرورت پیش آمده و مقامات این کادرهای صاحب اختصاصی بلند را پشت پنجره برد و چرا بنام چند عالمی که دزدیشان از جانب دیسرنت آشکار شده و در وظیفه های بلند دولتی کار و فعالیت دارند؟
حالا چنده از نامها رو برایتان در پیش میاریم که بازداشت شده اند. ستاروف اکرامشاه، سرمعلم دانشکده زبانها، سابق مدیر شعبه زبانهای خارجی دانشکده زبانها، فکولتت اورو آسیا، زاده ناحیه دنغره. سفاروف مهراجدین، دکتر علمهای زبانشناسی، کارمند رادیو، زاده ناحیه فیض‌آباد. تاجیدین یعقوبوف، نامزد علمهای فیلولوژی، مدیر کافدرای زبانهای دانشگاه ملی تاجیکستان. عبدالوهاب عبدمنان، دکترانت دانشگاه ملی تاجیکستان، سابق استاد دانشکده اسلامی به نام امام اعظم، زاده ناحیه واسه. فردوس رحیمی، رئیس دستگاه حکومت شهر اسفرا، سابق رئیس شهرک شوراب، سابق رئیس جماعت چارکوه، زاده اسفرا و غیره. با اتهام اخوانی زندانی کردن ساکنان چیزی نو نیست. هنوز مقامات تاجیکستان در سال 2016 حدود 20 نفر امام خطیبان را در سوخت برای شامل بودن در سازمان اخوان المسلمین به زندان فرستادند. مقامات بغیر از اخوانی ها نیز ده ها نفر دیگر را با اتهام سلفیت یا جماعت تبلیغ روانه زندان کرده است که مثل آنها در میانشان طبیبان و روحانیانی مشهور بودند. ایشان سراج‌الدین از قبیل آنهاست که بعد رهایی از زندان باز در سال 2020 او را از نو بازداشت کردند. و اخیران زیاده از 50 نفر ختم کردگان دانشگاه المصطفی ایران را در سال گذشته پشت درهای بسته به سالهای گوناگون روانه زندان کردند. نزدیکان قسمی از آنها میگویند آنها با بهانه های بافته و اتهامات غیر واقعی بازداشت، شکنجه و بدون دسترسی به وکیل مدافع محاکمه شدند. حالا اسم های دیگر را که قسمی از آنها در قضیه محصلین ایران بازداشت و زندانی شده اند میاریم. عبدالرحمن خالیصوف، ختم کرده فلسفه اسلامی و زبان و ادبیات فارسی و متخصص طب اسلامی، به 14 سال زندان محکوم شد. رحیم ابراهیموف، ختم کرده فلسفه اسلامی، به 18 سال زندان محکوم شد. صلاح الدین نوریدینوف، دکتر علم تصوف اسلامی، به 16 سال زندان محکوم شد. سید مراد عبیدوف، دکتر قرآن و حدیث، به 16 سال زندان محکوم شد. ظفر غفوروف، دکتر علم های قرآن، به 16 سال زندان محکوم شد. همین طور ده ها دانشجویان دانشگاه اسلامی ایران بازداشت و به سال های طولانی زندان شدند. این هم در حال است که اخیراً دانشجویان تاجیک مقیم ایران از وزیر کارهای داخلی این کشور عبدالرضا رحمانی فضلی با نامه درخواست کرده اند که هنگام سفرش به تاجیکستان در گفتگو با مقامات تاجیک مسئله بازجویی و بازداشت دانشجویان را که در جمهوری اسلامی ایران تحصیل کرده اند مطرح کنند. در نامه گفته می شود که بیش از 50 نفر تحصیل کرده ایران را در تاجیکستان با بهانه های مختلف بازداشت و بازپرسی و حتی روانه زندان کردند. اینچنین رسانه های داخلی ایران نیز نامه جمعیت جوانان مسلمان تاجیک را نشر کرده اند که در آن گفته شده است طی ماه‌های اخیر مقامات امنیتی تاجیکستان تعداد از شهروندان خود را که در جمهوری اسلامی ایران تحصیل کرده اند با بهانه های افرادگرایی، تروریسم و جاسوسی به نفع ایران عیبدار کرده به سالهای طولانی محکوم به زندان کردند. یادآور می شویم که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر امور داخلی ایران، هفته پیش با یک سفر رسمی در دوشنبه حضور داشت و بعد از ملاقات با مقامات بلندپایه تاجیک به تهران برگشت. ظاهراً وزیر ایرانی و مقامات تاجیک به این نامه واکنش نشان ندادند. همین طور جمعی از نزدیکان و بستگان خانواده های زندانی های سیاسی تاجیک از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که در وطن به سر می بردند، نیز در سال گذشته با تهمت های مشابه همکاری با تروریستان و نهضتی ها دستگیر و زندانی کردند. برای مثال اسرارالدین رازیقوف، پسر زبیدالله رازیق، عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به 26 سال زندان محکوم شده است، در ماه ایون سال 2020 دستگیر کرده و برای 5 سال روانه زندان شد. اتهام او این بوده که کمک پولی های فرستاده از طرف مهاجران و نزدیکانی در مهاجرت بوده این زندانی های سیاسی را به نزدیکانشان رسانده است و همراه با او باز دو نفر دیگر را نیز همین طور محکوم به زندان کردند. بازداشت 6 سال و 8 ماه محکوم به زندان کردن جلال الدین محمود، عضو سابق ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال گذشته، خود اثبات همین ادعاست که رهبریت کشور با افراد متدین و مذهبی مشکل دارد و هر نگرانی و ترس و بیمشان از همین قشر است.
جلال‌الدین محمود که در دایره قانون عفو در سال 2019 آزاد شده بود، او را با اتهام گویا با راه زورآوری تغییر ساخت کنستیتوسیونی متهم کردند که به گفته کارشناسان بدون شک چنین اتهامات معتمد نخواهد بود. زیرا جلال‌الدین محمود تازه از محبس رها شده بود و دیگر هم این است که او به هیچ وجه به تنهایی چنین عمل را انجام داده نمیتوانست. البته در شماری بازداشت های بحث برانگیز و مشکوک بازداشت بهرام عنایت‌زاده رئیس شهر کلوب و در گذشته عضو مجلس ملی تاجیکستان بود که برای 12 سال محکوم به زندان شدن او را هم میتوان تذکر داد که هم اتهام و هم با این مهلت طولانی از آزادی محروم کردن او سوال برانگیز می باشد. برای مثال اتهام زمین فروشی و 400 هزار سومانی پاره گرفتن او در شرایط فعلی کشور که فساد سر تا پای سطح دولتی را فرا گرفته است، اتهام جدی شمریده نمی شود. چون تنها او نیست که زمین فروخته باشد و پاره گرفته باشد. زمین فروشی یک کار معمولی مقامات در منطقه ها است و 400 هزار سومانی یعنی حدود 40 هزار دلار هم برای منصبدار پول نیست که برای آن رئیس یک شهر را زندانی کنند. چون تمام رئیس ها در شهر و نواحی صدها مراتبه بیشتر از این دزدی میکنند و پاره میگیرند. یعنی عنایت‌زاده در این میان استثناء و تاقعی جدا بافته نیست. فعالان و کاربران شبکه های مجازی بر این نظرند که اینجا چی گپ دیگری هست. شاید تحقیر عموی خسور زرینه رحمان باشد که عنایت‌زاده او را با تمسخر حاتم تای گفت، در حالی که خود عنایت‌زاده زمان حکمش را در دادگاه قرائت کردن اعتراض کرد که در تاجیکستان عدالت سودی نیست و او سرباز جناب عالی هست و تا همین حالا برای او خدمت کرده است. این به آن معناست که عنایت‌زاده تنها یک قربانی بیش نیست. به هر صورت بازداشت و حکم زندانی او هم برمیگردد به تصمیم و قراری رحمان و خانواده او. همچنان که محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را که با اتهام اوباشی دستگیر کرده و حالا بالای او اتهام کرده اند، حالت زید سعیدوف سابق وزیر صنعت تاجیکستان را به خاطر می آورد که تمام عیب های اقتصادی را بالایش بار کردند. اما چون دیدند که با پرداخت جبران می تواند رها شود، بر دروغ بالای او اتهام تجاوز به ناموس نابالغ را زدند. ولی آن نابالغ تجاوز شده در دادگاه ندانست که زید شلوار او را با دو دست بدر کرد و یا یک دست. حالا زکاز آن شد که محمود آدینایف باید 14 سال بشیند، چون او علیه پیشوا دعوت به تظاهرات کرد. و هر کسی هم که رویش و راهی را پیمودن خواست که مقابل گفته حکومت فعلی هست، او باید زندان برود. گرچند این کار در تمام کشورهای دموکراتی حق قانونی شهروندی حسابیده می شود. منظور ما مصیبت و فاجعه بسری دانیار نبیف 80 ساله است که برای 7 سال از آزادی محرومش کردند. و گناهش هم این بود که به بستگان اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کمک های نزدیکان را رسانیده است. قضیه باز هم برمیگردد به افراد متدعین و مذهبی. مقامات تاجیکستان نه اینکه سال گذشته را با دستگیر و زندانی کردن آنها آغاز بخشید، بلکه طول سال همین کار را کرد و سال را به همین دستگیر و مجازات کردن این قشر جامعه به پایان برد. تمام سازمان های بین المللی حامی حقوق، بلندترین مرجع سیاسی دنیا سازمان ملل متحد، دیگر تشکیلات های دولتی نظیر سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحاد اروپا این بازداشت ها را محکوم کرده رهایی آنها را طلب کردند. درباره چنین طرز مناسبت مقامات تاجیک با قشر از جامعه این کشور کارشناسان و تحلیلگران چنین می اندیشند که چرا این قدر فشار و تعرض بالای گروه ها و افراد متدعین تاجیکستان بیش از پیش افزایش پیدا کرده ایستاده است. در حال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بستند و منطقا می باید ساکت می شدند که دیگر رقیبی به قوت به اصطلاح مذهبی ندارند و پشتیبانی خیلی کمی مردم را دارند. کارشناسان و تحلیلگران این طرز برخورد مقامات تاجیک را از دو نگاه تفسیر می کنند. یکی این است که مقامات تاجیک تلاش دارد نشان بدهد که الترناتیوی او همین گروه های مذهبی اند و اگر او پیشگیری نکند آنها قدرت را خواهند گرفت. دوم، با همین بازداشت ها و مجازات ها ناتوانی و ضعف مدیریت خود را در رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم جبران کند.
با اینکه یک سال از زمانی بازداشتی آنهایی که در همکاری و یا عضویت با اخوان المسلمین میگذرد و برخی از آنها محکوم هم شده اند، جامعه کشور نمیداند که آنها چی جنایت صادر کرده اند و چی تهدید برای مردم داشته اند. بیننده عزیز، اینجا پایانی برنامه هست. ادامه این موضوع را در سامانه ازدا.تیوی به شکل کتبی میتوانید مطالعه کنید. شما نیز در رابطه به این موضوع شرح و نظرهایتان را در زیرنویس بکارید و برنامه را پسند کنید، لایک بزنید و پیوندی برنامه را به دیگران بفرستید. با شما خداحافظی میکنیم. خیر تا برنامه های دیگر.